خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندا به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با یک ویدیو جدید از طریق کانال آموزش وی Education مهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در این جلسه قصد داریم سر وقت ایجاد یک ریبون برای باکس هایی که داریم یک تگ رو میخوایم بی باکس به باکس بچسبونیم پس بهتر یک ریبون براش تولید کنیم ویدیوهای ریبون دیگه ای رو هم من تو این کانال قرار دادم که حالا کارکردهای مختلفی داشتن اما این ریبون یکم خاص ما از ما میخوایم یک تگ رو به یک باکس بچسبونیم این حالا کار از طریق ها انجام خواهد شد و از طریق شادو خب خود این یه سودالمنت هستش این بس ولیو که اینجا قرار گرفته این باکس بست و این دوتا سایه که اینجا هست حالا یه جورای شبیه یا معید تا شدن اون ریبون هست که رفته پشت این باکس قرار گرفته یکی شرط طریق سود هست و یک شرط طریق باکس و انجام میشه که خب تکنیک جالبی داره و میتونه به ما کمک بکنه همچین ریبونی رو ایجاد کنیم حالا جاهای هم ممکنه به دردتون بخوره بریم ببینیم که چطور میتونیم همچین ریبونی رو با هم تولید کنیم خروج نهایی کار به این صورت هست که حالا ما یک باکسی رو داریم توش یه سری محتواهای شرط داشته باشیم و یک حالا اتیکتی می‌خوایم روی چسب یک فریبونی هستش که یه تایتل مثلا اینجا best value رو دادیم به عنوان صاحب پروداکت هست قیمت مناسب بشینه خب یک قسمت چیز خاصی بچا چندان نداره فقط با استفاده از تکنیک های ترانسفورم کردن و حالا سود الیمنت ها ما این قسمت میخوایم ایجاد کنیم در حقیقت یه الیمنت حالا گوست هست بهش بگیم الیمنت مخفی هستش که کاری باش نداریم از طریق سود های بی و افترش اومدیم این تیکر رو ایجاد کردیم روتیتش کردیم حالا این دو تا سایه رو هم با دو تا تکنیک کوچولو بهش دادیم همه از CSS استفاده میکنیم و چند چیز خاصی نداره بریم به VS Code تا این موضوع با هم بررسی کنیم و ببینیم چطور میتونیم همچین ریبونی رو تولید کنیم اگر از VS Code استفاده میکنیم پیشنهاد میکنم اکستنشن لایف سرور یا پریویان وب سرور اینستال کنیم این دوتا به شما این قابلیت رو میدن که خروج کار رو به محض اینکه تغییرات در فایل های ورکینگ دایرکتوری اتفاق افتاد و سیو شدن توی خروج توی حالا اون تو مشاهده کنه و نیاز به رفرش کردن اون نباشه پریوی آن وب سرور هم این قابلیت میده که ما به صورت سایت پنل توی خود وی اس خروجی رو ببینیم از خیلی از فیچرها ساپورت میکنه و معمولا از این استفاده میکنیم برای اکثر مطالب این دوره آموزشیمون پریچر هم خب انعکس کنیم به علت فرمت بندی کردن و حالا کالرایز کردن و چیزای اینجوری خانایی ظاهری کد هاتون رو بالا میبره و خیلی راحت میتونید میتون کد ها رو تریس کنید خب بریم سر وقت کار اصلی خب یه سند html تولید میکنیم اسمش هم بذاریم ریبون اینجا یه چیز کوچولو فرچو فقط من میخوام یه کانتینر میخوام یه دیو با کلاس کارت میگیرم و برای اون ریبونی هم که داریم یه اسپن اینجا میخوام در نظر بگیرم و فایل CSS مون رو همینجا لینک کنیم تا یادمون نرفته اوکی برای رو هم کلیک راست و پریو سایت پنل میزن بیام اینجا فونت پاپینز رو من میخوام استفاده کنم که با مراجعه به سایت گوگل فونز این رو میتونید داشته باشین حالا من برای ویت های مختلف چند تا رو آوردم یک رو میخوام استفاده کنم میام اینجا میگیم که آقا کل عناصری که هستین من مارجین و مارجین و رو ازتون نمیخوام باکس سایزینگ هم بشه بوردر باکس یعنی هر جا که سایزی دارم شامل بوردر و پدینگ و اینها بشه دیگه نخواهیم فضا جدایی بگیریم و اینجا میگیم که فوند فامیلی همون آقای پاپینزی که آوردیمش و ساند اوکی در سروقت بادی توی بادی Uh, یه دونه عنصر بسچین شده داشتیم این پس کافی بیان از دیسپلی فلکس و همراه جاستیفای Content سنتر و الاین آیتمز سنتر استفاده کنیم که به صورت افقی عمودی اینو سنترایزش کنه و یه دونم مین هایت رو میذاریم روی کل ویو که کل صفحه رو بگیره و به صورت ورتیکالی هم کامل بیان چین بشه یه بک‌گراند هم بدیم حالا من یکم سفیدی شیر رنگ میخوام بدم که متفاوت باشه با اون سفیدی که حالا میخوایم بدیم اینا به F8 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 اوکی okay. بریم سر وقت کاردمون باکس اصلی از چندان چیز خاصی نداره فقط من پوزیشنشون رو میدم چون میخوام اسپنر رو تغییر جا بدم نسبت پرنت نانستتیکش میخوام کار کنیم 300 در 400 پیکسل میخوام ارز و حالا ارز و ارتفاعش رو بدیم هایت پیتر رو 400 پیکسل یه دونه سفید به این بدیم متمایزش کنیم با بگراند صفحه اصلی بوردر radius 20 پیکسل و یه باکس شادو کوچولو بهش بدیم که ش... ظاهرش رو شکل تر کنیم پروژت لافس نمیخوایم ورتیکال لافس 25 پیکسل بلرینگمون 3 پیکسل باشه و یه رنگ مشکی با آلفای خیلی ملایم مثلا دو دهمش بده خب این کل خروجی هست که ما اینجوری حالا اصلیمون با این آقای اسپن هستش میگیم dot card اسپن آقای کاردی اسپن داخل شما هست پوزیشن ایشون من خودم میخوام بهش فضا و جا بدم اینو میگیرم 150 پیکسل در 150 پیکسل هایت هم 150 پیکسل یه بک‌گراند به این بدم فعلا رد خب اینو بالا بچه افتاده حالا من میخوام اینو کلا یکم کم روش بالاتر بالاتر میگیم تاپ منفی 10 پیکسل لفت هم منفی 10 پیکسل کلا 10 پیکسل از بالا و چپ برو منفی 10 پیکسل برو بالا اینو مد بالا خب دیگه میخوایم چیکار کنیم م... حالا بیایم اینجا این المنت های بیفور افتر شما کاملا نیاز داریم توی سود المنت بیفور من اون ریبونر رو میخوام ایجاد کنم یعنی چی میگم آقا شما کانتنت نقدن نداری حالا بعد بهت میدم پوزیشن ایشون هم ابسولوت بگیریم اوکی ویتشو من میگم صد در صد، کل پرنت رو به کل اسپنر رو بگیم پرنتت که هایت رو میذاریم مثلا 40 او... پیکسل اوکی بایگراند هم بهش بدم بایگراند ایشون رو بزنیم نام به شش دو بی ای 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 خب ایشون افتاد اون بالا طبیعتا هم جاش اوکی من این دیسپلی فلکس رو اینجا استفاده کنم که این انصال رو بیام وسط چینش کنم نمیخوام بالا باشه میایم اینجا میگیم که اناسایی که داخل شما هستن وسط چینش اوکی ایشون ما وسط چینش حالا م... کاری که میخوام بکنم میگم آقا شما بیا ترانسفورم کن اینو بچا من میخوام بگردونمش روتیتش میکنم میگم روتیت منفی 45 درجه اوکی این کامل رو خود اینو ما چرخوندیم تو پرنتی که داره و یکی ما حالا بزرگتر از پرنت بزنه بیرون پس میگم که آقا 150 درصد باش شما از پرنت هم زد بیرون خب بزنی کاری که هم اینجا بکنیم اینجا میام که اوورفلو شما هیدن باشه اگر که رفتی بیرون و بکگراند هم دیگه بچه ها نمیخوایمش خب این الان زد بیرون حالا یک کم ببرمش بالاتر که این هاشی های این پایین از اینجا دقیقا بیفته بالا پس میگم آقا وقتی این کار کردی Translate وای هم کن منفی 20 پیکسل این کلا رفت بالا اوکی الان بزنید best کان best رو اینجا بدم best value ایشون اینجا, اینجا نوشته شد حالا چون از قبل هستش از این پایین شروع شده و اوورفلو هیدن نمی‌بینیمش میایم یه کاری می‌کنیم اینو هم برمیداریم اینجا می‌ذاریم که کلا سنترایز بشه best value اومد واسه خب یکم روی تکست هم کار کنیم کالرش رو سفید میدیم تکست ترانسفورم رو اپر کیس بزرگ کنه هر که هست رو یه لتر اسپیسینگ هم بدیم بهش مثلا یک دهم m ام و فونت ویت هم میذاریم روی 600 یکم توپورتر به نظر برسن دوستان کار خاص دیگه اینجا نه یه شدو هم بزنیم بهش بدیم یه شدو هم داشت بریم که آقا یه باکس شادو می‌خوایم به شما بدیم. یعنی بچا به خود سود المنت هست به کلش اعمال نمیشه حواستون باشه. پروژه سود نداریم ورتیکال 5 پیکسل بیا پایین بلرینگ 10 پیکسل و یه RGB جی بی ای ار جی ای مثلا یه دهم ده بده. بدیم. یه سایه ریز زمین پایین نمیداد. خب بریم سر وقت این دو تا یه رنگ تیره تر زمین بچا من بعد بدم اینجا رو پوشش بدن که این حالا تا خورده اونجا. یه سود المنت دیگه دارم به نام افتر. اوکی. ایشون دیگه کانتنت هم ندارد بعد یه باکس کوچولو من میخوام تولید کنم میگم که آقا شما ویدس 10 پیکسل هایتت هم 10 پیکسل باکراند رو یه رد علاکی بهش بدیم فعلا اینو اینجا ایجاد کرد اوکی اینو من بعد بیارمش پایین و اینجا پس میگم باتم صفر اوکی okay. و لفت م... هم صفر پوزیشن رو هم ابسولوت بدیم که این دوتا اعمال بشن بشه خب پس این اومد اونجا افتاد حالا من یه کاری که میخوام بکنم میام میگم که م... زد ایندکس اینو میبرم پایین بچه یه دونه که اون یکی بیفوره بیاد رو زد منفی یک میدم رو رفت پایین اوکی okay. پس این, این تکنیک منه یه چیز آوردم اینجا گذاشتم کافی backgroundش رو background رو نگاه کنیم بدیم یه رنگ حالا آبی پررنگتر از اون همچنین رنگ میشه 4A 98 BF این رنگ ها رو ما سلکت کردیم بس این اومد اینجا یعنی نگاه تا خورده یکم کم تیره تر این افتاد خب این بالا چی چیکار کنیم؟ دیگه من اصول المنت دیگه ندارم. اینجا میام از باکس شادو استفاده میکنیم تکنیک باکس شدوینگ. میام من یه سایه میخوام باکس شادو. ده در ده دیگه بچه ها یعنی خب سا... سایزمون هم اسپن و یادتون باشه 150 در 150 بود میام میگم آقا شما ورتیکال آف 4 140 پیکسل اوکی حتی هوریزنتال و آره این درست هوریزنتال و 140 پیکسل میاریم می جلو میاد آره اینجا برای ها... ورتیکال من منفی 140 پیکسل سایزش میدیم اونجا که بره بالا که حالا با 10 تا که جمع میشه 150 در 150 یعنی از اینجا شروع میشه تا اینجا میاد رنگ هم همین رنگ بالایی رو بهش میدیم اینو هم میندازیم اینجا پس حالا انگار من یه ریبون رو حدودا اینجا اومدم دور یه کاغذ رو پیچوندم و قرار دادم ایدال هر جا بخواد چون در دل این هستش با هم جابجا جا, جا میشن و میرن یه تکنیک خیلی ساده اما کاربردی برای ایجاد تفاوت در اون حالا باکسی که داریم امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه خوشحال میشم در بخش کامنت ها نظراتتون رو با من در میون بگذاریم تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار